با سلام به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید به تماشای نگاه روز نشستید که من امیررضا مشعلیان بار دیگر در خدمت همه شما عزیزان هستم. مصوبه اخیر شورای شهر تهران دست فروشی را هم ردیف با تکدیگری و جرم تلقی کرده. در اعتراض به چنین مصوبه بیش از 500 نفر از فعالین حقوق مدنی به دولت و قانونگذاران اعتراض کردند. با کیوان جاوید قصد داریم در رابطه با همین موضوع به گفتگو بنشینیم. کیوان جاوید سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون. سلام میگم، ممنون که دعوتم کردید. چرا عموما دولت ها با دست فروشی مخالفن؟ با دست فروشان به تندی برخورد و با اونها با تندی برخورد میکنن؟ خیلی واضحه، چون از این راه پول در نمیاره دولت. یعنی دست فروش در واقع به قول معروف مالیات نمیپردازه و بخشی از زحمت و کار و تلاش اونا در واقع به جیب دولت نمیره و کسایی که مغازه دارن، کسایی که بالاخره جایی رو دارن و اینا، اونا در واقع باید به شهرداری یا به دولت مالیات بپردازن و معمولا واسه همین کسایی که دست فروشن رو سعی میکنند از جمع کنن از تو خیابون و اینا. در واقع در پایه‌ای ترین شکلش که اگه نگاه بکنیم اینی که مستقیما از دست فروشی کسایی که شغلشون اینه پولی عاید به جیب دولت نمیره و بنابراین میخوان اینو کنترل کنن. مثل همون کسایی که خونه ندارن خارج از محدوده میرن خونه درست میکنن که به یه سرپناهی داشته باشن. دولت با شهرداری و با امکانات به اصطلاح با نیروی نظامی و اینا، پلیس و اینا حمله میکنه و خونه هایی که مردم درست کردن رو از بین ببرن. مسئله برای دولت اینه که چه پولی، چه مقدار سود از طریق این کار عاید دولت میشه. و وقتی اینطوری هست، وقتی به اصطلاح دست فروشی وجود داره، با هزار کلک، با هزار از نظر فرهنگی حمله کردن به اونا، یعنی کاری بکنه دولت که به جامعه بگه که اینا چهره شهر کثیف میکنن، چهره شهر خراب میکنن، یا اونو به شکل توهین ها آمیزی که جمهوری اسلامی مثل تکدیگری در واقع اونو با اون مقایسه میکنه که بتونه فشار هم اخلاقی بذاره روی این رو جامعه، رو خود اونا، و همین که بتونه سرکوبشون کنه بدون اینکه جامعه در مقابل اون مقاومتی از خودش نشون بده. ولی در واقع بیکاری به اصطلاح دست فروشی یک آرزه نظام سرمایه‌داری و خصوصا در کشورهایی نظیر ایران که نه بیمه بیکاری وجود داره، نه کسایی که به اصطلاح بیکارن مورد حمایت دولت قرار میگیرن، نه بیمه درمانی دارن، نه باید برای بقای خودشون بجنگن. و دولت ها هم در بخش عمده کشورهایی که به اصطلاح، یعنی در واقع همه کشورهایی که مردمی که بیکارن، جوانایی که بیکارن آماده به کار هستن مورد حمایت قرار نمیگیرند، یک راه امرار معاش و زنده موندن و تأمین زندگی دست فروشیه که اینو در واقع برای اینکه دولت ها پولی به جیب اینا نمیره باهاشون به شدت مقابله میشه. اصولا دست فروشی چه جایگاهی در اقتصاد و روابط اقتصادی داره؟ بله، خب این برای دولت ها در واقع خب هیچی. برای همونطوری که گفتم، کسی که کارخونه ای داره دولت ازش مالیات میگیره یا به هر حال جزء طبقه سرمایه‌دار هست، کسایی که بالاخره کاری میکنن که از طریق اون، از طریق کارخونهشون، از طریق کارگاهشون، از طریق هرچه، از طریق چیزهای متفاوت، این تو خب اقتصاد مستقیم ازش بهره برداری میشه، طبقه سرمایه‌دار ازش سود میبره، کارخونه‌دار ازش سود میبره. وقتی ولی دست فروش کسیه که در جامعه، در حاشیه جامعه قرار داره و کارش اینه که برای امرار معاش، برای تأمین زندگی خودش مستقیم جنسی رو بگیره و مستقیم به فروشنده بفروشه و از نظر اقتصادی خب خیلی به نفع طبقه سرمایه‌دار نیست. یعنی در واقع فقط میتونه وسیله امرار معاش یا راز بقا برای، یا وسیله بقا امرار معاش برای مردمی باشه که هیچ تأمینی ندارن. و به این دلیل هست که چون از نظر اقتصادی نفعی به طبقه سرمایه‌دار، به سرمایه‌دارها، به طبقه حاکم نمیرسه مستقیم، به این دلیل مورد قبول نیست، به این دلیل باش مقابله میشه. ولی خب جاهایی هم هستن، در کشورهای دیگه هم هستن که
جاهای بخصوصی رو به دستفروشان اجاره میدن، روزانه اجاره میدن، هفتگی اجاره میدن و از اونجایی که میتونن ازش پول در بیارن، ازش مالیات بگیرن، ازش یا مکانهایی که مال دولت هست، مال شهرداری هست اجاره بدن و ازش پول بگیرن، اون موقع دیگه این با تکدیگری مقایسه نمیشه. و حتی تو ایران هم جاهایی که دولت دکه رو به کسی اجاره میده و چون مستقیم از اون پولی عایدش میشه، دیگه به اون نمیگه تکدیگری. کسی که میاد یه مقدار وسیلهشو کنار خیابون میذاره که بخواد به اصطلاح آخر شب یا آخر هفته پولی بتونه کرایه اجاره خونهشو بده، نمیدونم پول تحصیل کودکانشون رو تامین بکنه، اینا اون دیگه با تکدیگری مقایسه میشه برای اینکه بتونن جمعش کنن، بتونن که باهاشون مقابله بکنن. وقتی که تو خیابون اینا رو کتک میزنن، وسایلشون از بین میبرن، جمع میکنن، میریزن دور، به این دلیل میخوان واکنشی جامعه نسبت به این نشون نده و میخوان از نظر فرهنگی کاری بکنن که جامعه بگه که خب اینا اینو تکدیگریه دیگه. حتی تکدیگری هم تو جامعه هم وقتی نگاه میکنیم محصول نظام حاکمه. کسی دوست نداره بره بشینه روزی 10 ساعت، 8 ساعت، 15 ساعت، هر چقدر تو سرما و تو گرما کنار خیابون بشینه، دست دراز کنه برای این و اون که بتونه یه پولی جمع بکنه. اگه اونم تامین بشه، اگه دولت وظیفه‌شو بتونه عمل کنه یا بخواد عمل بکنه، کسی به خاطر تامین دستمزد به اصطلاح اجاره خونه‌اش یا برای تامین تحصیل کودکانش یا تامین بهداشت یا خوراکش، که اگه کار نداشته باشه، اگه پولی نتونه هر ماه در بیاره، وظیفه دولتی که اونو تامین بکنه. وقتی دولت هیچ وظیفه‌ای نداره، البته یه وظیفه خوبی این دولت داره، دستمزدهای نجومی که دیگه اسمش نباید گذاشت دستمزد، غارت نجومی زندگی مردم رو خوب بلده، ولی تامین زندگی بیکاران و جوانا رو بلد نیست و نمیخوادم بلد باشه. همین دیروز پریروز دولت بشار اسد رسما پذیرفت 1 میلیارد دلار از پولی که جمهوری اسلامی به حسابش وارد شده بود رو دریافت کرد. و اگه این 1 میلیارد دلار به جیب مردم ایران بره، به سر سفره مردم ایران بره، کار تامین بشه، امکانات مادی اونا تامین بشه، لازم نیست کسی بره از این نمیدونم تو قطار، نمیدونم تو سر کوچه یا خیابون هر روز با پلیس درگیر باشه که بتونه یه لقمه نون در بیاره. میگویم فضای شهر و میادین و متروهای قطار زیباییش رو از دست میدن و دستفروشا مزاحم مردم میشن. نظر شما در این رابطه چی هست؟ خب میگم تبلیغات طبقه سرمایدار، سرمایدارا و دولت سرمایداری همیشه علیه مردمه. هرگز نمیگن که بله مردم نیاز دارن و مجبورن زندگی کنن. گیریم چهره شهر یا توی قطارها و اینا یه مدار چهرهش به اون خوشکلیش به قول معروف از دست بده، ولی در عوض مردمی هستن که نون میبرن رو سفرهشون، بچه هاشون سیر میشن، بچه هاشون تو گرسنگی نمیمونن، بچه هاشون توی فقر نمیمونن، بچه هاشون از بیلباسی رنج نمیکشن و جامعه اینه میپذیره. جامعه میدونه چرا یه کسی تو خیابون داره دستفروشی میکنه. جامعه و مردم اینه میدونن که چرا یه کسی تو قطار یا تو متروها داره دستفروشی میکنه. کسی نگاش نمیکنه بگه که ببینید اینا چقدر قطار ما رو خوشگلیش خراب کردن. اگه این حتی اگه چهره شهر نازیبا بشه، و مشکل از دولته، مشکل از اینه که یک دولت نمیتونه چهره شهر رو، روابط انسانی اون جامعه رو درست بکنه که مردم مجبور بشن بدون تامین. حتی ببینید شما یک روز توی شهر توی جا میگردید، یه مقدار پول در میارید، یه روز دیگه همونم در نمیارید، یعنی تامین نیستید، یعنی اینجوری نیست که هر ماه مطمئنی چقدر پول در میارید، چقدر امکان مالی میتونید به خونتون ببرید. کیوان جاوید عذرخواهی میکنم قطعتون میکنم چون وقت زیادی به اسم برنامه نداریم و یک سوال هم باقی مونده. چطور میشه از دستفروشان حمایت کرد؟ فقط لطفا کوتاه پاسخ بدید. بله ببینید، اولا باید اعلام کرد هر که بیکاره باید بیمه بیکاری و درمانی و بیمه تامین اجتماعیش به وسیله دولت باید تامین بشه. تا اون موقع نمیشه جامعه رو سرکوب کرد به خاطر اینکه شما دستفروش هستید و دستفروش هم حق نداره کار بکنه. مردم نمیتونن سرشون رو بذارن رو بالین بمیرن. و در درجه دوم همه مردم باید علیه هر جا دستفروش ها هستن، هر جا بهشون تعدی میشه، هر جا وسایلشون رو جمع میکنه شهرداری، باید مردم جمعاً دست جمعی متشکل با هم بهش اعتراض بکنن،
چهره شهر رو علیه شهرداری و علیه دولت بکنن و در دفاع از کسایی که برای یه لقمه نون مجبورن صبح تا شب در خیابون‌ها بگردن تا بتونن زندگیشون تامین کنن. اگه مشکلی هست با دولت اگه میتونه تامین بکنه، اگه نمیتونه باید ساکت بشینه که مردم بتونن زندگیشون رو تامین کنن. کیوان جاوید تشکر میکنم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. ممنون. بینندگان عزیز، از شما همچنین تشکر میکنم که به این برنامه توجه داشتید. براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.